اون سیستم کنترل کننده نیست که نمیدونه، ولی قدرتش رو به شما داده با دادن شعور که بتونید هر تصمیمی که نه هر تصمیم بعضی از تصمیم‌هایی رو که میگیرید بتونید اجرا کنید. ببخشید صبر کن خواهش میکنم، یه لحظه صبر کن، من اینجا نظری ندادم، من معنی حرف شما رو دارم میگم. من با کمال احترام مجددا ببین، من حرفمو خوب نتونستم بذارم، من یه بار دیگه به نتیجه گیری بکنم چون زیاد وقتم نداریم. خواهش میکنم اگر که شما میفرمایید که ما میتونیم یه تصمیماتی رو بگیریم که بعد خدا نتیجه اونا رو به ما بده، یعنی خدا در اون لحظه که ما بخوایم تصمیم بگیریم اون نمیدونه ما چه تصمیماتی رو میخوایم بگیریم. بله میدونه، کاملا میدونه. پس اگه میدونه پس اگه تصمیم ما نیست که، خود از اول درست کرده دیگه. نه آخه چرا اونو میگیری؟ ببخشید صبر کنید، ماشین من داره چیکار میکنه؟ شما آگاه نیستید ماشین تو داره. لاست پوینت، من دارم میگم خدا میدونه، آگاهه و کنترل هم داره که ما داریم چیکار میکنیم. ببخشید یه چیزی بپرسم شما قبل از اینکه به دنیا بیایید خدا میدونست که شما در سن 34 سالگی در تاریخ فلان چه تصمیمی میخواین بگیرین؟ 100% خدا زمان براش مطرح نیست. پس این تصمیم شما پس این از قبل معلوم بوده. پس این از قبل معلوم بوده. پس این دیگه شما تصمیمی نگرفتین، چیزی که از قبل معلوم بوده شما تصمیمی نگرفتین. نه من گرفتم، ولی به شما عرضم این بود زمان برای خدا وجود نداره، بنابراین خدا در طول همه زمانها هست. اصلا معنی تصمیم چیه؟ یه لحظه اجازه بفرمایید. معنی تصمیم مگه این نیستش که من انتخاب بکنم بین 1، 2، یا 3 مطلبی که میتونم انتخاب کنم، من انتخاب بکنم؟ این معنی تصمیمه دیگه. اگه قراره که از قبل معلوم باشه دیگه، پس من چی انتخاب دارم میکنم؟ این مال تلفنه. اگر قراره که این چیزی که من میخوام انتخاب کنم، هنوز من به دنیا نیومدم، خدا میدونه من در 33 سالگی روز بعد از ظهر فلان روز چه تصمیمی رو میگیرم، پس دیگه معلومه که دیگه، پس من چه تصمیم میگیرم؟ پس تصمیم من ببینید، شما همه چیزا رو یک بعدی نگاه میکنید، از یک جا از یک نظر نگاه میکنید، توجه میکنید، ولی دنیا بسیار پیچیده است. شما میدونید دنیا چقدر پیچیده تره؟ ببخشید قربان، سب کن خواهش میکنم، من اجازه بفرمایید، هیچ کسی نمیتونه بیشتر از یه دیدگاه به یه چیز نگاه کنه، چون من دارم نگاه میکنم. شما نه فوتبال نگاه میکنید، شما فقط میگید این بازیکن خوبی بود یا بدی بود. شما یه بازی فوتبال که میخواید تفسیر بکنید 50 جنبه مختلف نگاه میکنید؟ نه 50 چیزو بررسی میکنم ولی از یه دیدگاه نگاه میکنم. شما میتونی 3000 چیزو بررسی کنی ولی از یه دیدگاه بیشتر نمیتونی نگاه کنی. It's not possible که شما از دو دیدگاه نگاه کنی، یه دیدگاه. و اینم دیدگاه شماست. شما میفرمایید اگه چیزی که از قبل معلومه و میخواد اتفاق بیفته، هنوز به دنیا نیومده، من تصمیم میگیرم. اگه شما تصمیم میگیری یعنی طرف نمیدونه، مدیر شما به شما میگه آقا شما تصمیم بگیر چیکار کن، یعنی مدیر نمیدونه، حالا یا بعدا به خاطر تصمیم شما رو اخراج میکنه یا بعدا میگه تنکیو. ولی اگه مدیره به شما نمیگه که آقای مثلا ایکس شما لطفا تصمیم بگیرید که بشینید سر اون صندلی لطفا، خب پس دیگه تصمیم معلومه دیگه. میدونید تصمیم من هیچی نمیبینم. من ببین برادر، ببین قربان، شما یه چیزی که میگی میخوای هی توضیح بدی، من هیچ چیزی نمیبینم، من دارم حرف شما رو معنی میکنم. شما داری میگی که یه خداوندی هستش که اینا همه چیز مشخصه از قبل و میدونه که من چی کار میکنم، پس معلومه که تعیین شده که شما چی کار میکنی. اگه اون میدونه شما ببخشید اینجا زده نقیزه. شما تصمیم فقط برای اینکه خدا بود زمان رو محدود به بود زمان نیست، میدونه که چی اتفاق افتاده یا خواهد افتاد. اولا شما از کجا میدونید که خدا محدود به بود زمان نیست؟ اولا شما اینو از کجا میدونید که خدا محدود به بود زمان نیست؟ برای اینکه هیچ گونه محدودیتی خدا نداره. شما از کجا میدونید چه محدودیتی خدا داره؟ آدش دیوانه. ها جانم؟ اعتقاد شخصی من.
آها شما بس اعتقاد دارین، نمیدونین اینا. و حالا بر مبنای حالا بر مبنای اعتقاد حالا میخوایم حالا میخوایم بر مبنای اعتقاد شخصی شما حرف شما رو معنی کنیم. من که گفتم از اولی چی نمیدونم. حرف شما اینه، فرمایشتون که شما میگید خدا بر مبنای اعتقاد شخصی شما یه داستانهایی رو از قبل همه چیز رو تعیین کرده و همه چیز رو میدونه، و حالا همه چیز رو چون میدونه پس دیگه شما چه تصمیمی میگیرید؟ خدا اگر مگری که شما بگی خدا به من گفته که من نمیدونم شما بین این دختر و این دختر کدومشو باهاش ازدواج میکنی، خدا نمیدونه من تصمیم میگیرم، اینو اگه شما بگی من میفهمم. ولی اگه بگی من نمیگم، خب پس من تصمیم میگیرم، خدا میدونه که من چه تصمیمی میگیرم. خب صبر کن چیزی رو که از قبل صبر کن چیزی رو که از قبل میدونن، یعنی تعیین شده. شما نمیتونی یه چیز تعیین شده و نامشخصی رو از قبل بدونی. من خدا رو به صورت آدم میبینم. باز همونو گفتی، من اصلا خدا رو هیچ جوری نمیبینم، دارم معنی شما خدا رو به صورت آدم دارین. من نمیبینم، شما داری میگی. خدا رو موجود فیزیکی نمیبینم. اصلا شما هر چی خدا رو میخوای ببینی. من که نمیگم شما چه جوری خدا رو داری میبینی. من میگم طبق این تعریفی که شما میکنی معنیش اینه. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم، ببخشید من قطع میکنم، قصد بی‌ادبی نیست. حرفایی که قرار بود زده بشه بحثا شد دیگه، ایشون هم چند دفعه مطلب رو تکرار کردن، ما هم هر چی گفتیم ایشون به حرف ما گوش ندادن. و اینها صحبتای اینجوری، خیلی ها بهش اینجوری عقیده دارن، این تعریفایی که یه سری تعریف میکنن که این تعریفا ضد و نقیض با هم دیگه. و اگر دوستمون همین آقا یا هر کسی دیگه ای خواستن اصلا میتونن بیان 2 ساعت برنامه رو بشینیم با هم صحبت بکنیم. اینجا دو تا فکر میتونیم بکنیم. باز دوباره میگم از مغز من و شما داریم بحث میکنیم، دو تا فکر میتونیم بکنیم. به این شماره 310 میتونین زنگ بزنین اگه خواستین بیاین. الو از کجا زنگ میزنین شما؟ بله گوشی خدمتتون لطفاً. ما دو تا حالت میتونیم داشته باشیم و فکر بکنیم. یک حالت این که شما میگی من قادر به تصمیم هستم، شما چیزی رو تصمیم میگیری که معلوم نیست، طبق معنی کلمه تصمیم، طبق نه این که من خدا رو چجوری میبینم، من اصلا خدا رو اصلا نمیدونم چجوری است. شما میگی من تصمیم میگیرم، کلمه تصمیم بین من و شما به عنوان یک کلمه شناخته شده معنی داره. تصمیم میگیرم یعنی که تعیین میکنم کدومشه، کدومو میخوام، کدوم نظرمه، میگم این نه اون، این میشه تصمیم. اگر قرار باشه که از قبل معلوم باشه که من میگم این یا میگم اون، پس یعنی از قبل تعیین شده. چیزی که تعیین نشده که معلوم نیست، چیزی معلومه که تعیین شده. وقتی خدا دانا و عالم مطلقه به نظر شما که شما میگی هست، همه چیز رو میدونه، پس نتیجه اون تصمیم میدونه. پس شما آسمون بری زمین بیای اون تعیین شده بوده، شما خیال میکنی این برای نگاه کردم اون برای نگاه کردم بعد گفتم اون، در حالی که اون از اول میدونسته تو میگی اون، پس باز تصمیم مال تو نیست، تو خیال میکنی. یا حالت دوم اینه که بگی نه خدا همه چیز رو نمیدونه، بعضی چیزا رو میدونه، بعضی چیزا رو هم میگه حالا ما هر کاری کردیم ولی اگه کار بد کردیم پدرمون رو در میاره. پس این معنیش اینه که خدا نمیدونه همه چی. خب در نتیجه من نمیگم، شما داری تعریف میکنی. هر کدوم از این تعریف های شما یه جوری معنی میده. من دارم میگم، من نگفتم، شما گفتی. الو بفرمایید رو ایر هستید با بهروز. دوست عزیز خسته نباشید، سلامت باشید. ما در حال به عنوان یه شهروند، به عنوان یه ایرانی، اولا که پیشاپیش سال نو جدید رو که در راه به شما به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. مرسی. دومان این که ببینید با نالج ضعیفی که من دارم از زندگی اسپریچوال و یعنی زندگی روحانی، با هر کسی دیدگاهی تو زندگی داره، به نظر من کارهای خدا رو به خود خدا واگذار کنیم، کارای انسان ها به خود انسان ها. باشه خیلی ممنون، گوشی نگهدار. الو سلام، گوشی نگهدار لطفا. الو میفرمودیم. بله عرض کنم خدمتتون که کارای خدا رو به خود خدا واگذار کنیم،
یعنی به ما مربوط نیست. بله. دورانی به دنیا میایم و زندگی میکنم. ما حق انتخاب نداشتیم که وقتی توی به این دنیا میایم ممکن بود میگفتیم نه ما نمیخوام توی این دوره بیام زندگی بکنیم. این حق انتخاب نداشتیم. درسته. سری بلاهای آسمانی هست یا یه سری بلاهایی هست که توی کره زمین اتفاق میفته. شامل زلزله میشه، سیل میشه، از خیلی اتفاقات. تازه از کجا معلوم؟ ممکنه اینقدر انسان اومده تو این تکنولوژی که بیش از حد داره از این تکنولوژی سو استفاده میکنه، ممکنه اثر سو استفاده از این تکنولوژی هستش که همون ما میخواستیم سوال بکنیم. بله همین سوال هم من، سوال من هم همین بود. میخواستم بپرسم که شما به نظر شما خدای جهان که همه چیز زیر نظرش هست و همه چیز رو میدونه و مواظبه، چرا جلو این زلزله رو نگرفته؟ میخوام نظر شما رو بپرسم، وگرنه من خودم که حالیم نمیشه این چیزا. ببینید حالا اگر بخواید تو که از نظر جنبه روحانی ببینید، خدا یه انسان آدم و حوا رو خلق کرد. اینم شما خبر دارید. انسان از همونجا شروع شدش. اگه بخوام از بود معنوی بخوام، بود روحانی. ولی به نظر من یک سری اتفاقات که تو این دوره دنیای ما به خصوص الان داره اتفاق میفته، به نظر من یک سری اینا بشر انسان داره از این تکنولوژی نهایت سوء استفاده رو میبره و این سوء استفاده کمک میکنه که این اتفاقات طبیعی که بعد به وجود بیاد زودتر زمینه رو براش بیشتر به وجود میاره. خب خدا اگه موافق با این قضیه نیست چه جلوش نمیره؟ نه اصلا به خدا ارتباطی نداره. خدا انسان آزاد گذاشته، مگه این همه جنایت تو ایران کشورهای دیگه؟ فهمیدم. پس به نظر شما صبر کن. فهمیدم. پس معنی حرف شما اینه که اتفاقاتی که در جهان میفته اصلا خدا نمیدونه داره چه خبر میشه و اصلا کاری نداره ما راحت گوشته. ها خدا میدونه. جای تاسف هم اینه که خدا میدونه. اگه خدا نمیدونه اسم ببینید چه اتفاقی میافتاد. حالا اینقدر که خدا میدونه داره این اتفاقات میفته. اگه خدا خبر نداشت اتفاقات میافتاد. واسه میگه چقدر جالب بود. خیلی ممنون. بله خیلی جالب بود بررسیتون و خیلی ممنونم از اینکه تو این بحث شرکت کردی. قربون شما. واقعا خیلی بررسی‌های عمیقی میکنن دوستان که آدم واقعا میمونه. الو بفرمایید، با بهروز رویر هستین. سلام دوست، من برنامه هستم. چند روز زنگ زدم به حسانی که متاسفانه تلفن سیچوئن اشغالی زنگ زده. آره اب نداره. خب مرسی که زنگ زدید. دیدین چه خیلی کوتاه بهتون بگم که اگر شما تونستین یه مورچه پیدا کنیم که بیاد تئوری ریلیتیویتی اینشتین رو اکسپلین بکنه، ما هم میتونیم بیان پشتش تلفنش شو شما و قوانین دنیوی رو. من اتفاقا یکی از مطالبی که قصدم از این سوال هست، همیشه من این سوال میپرسم و همیشه به همین جربحث های زده نقیز و این تفسیرهایی که شما واقعا دیدید که دوستان از جهان میکنن منجر میشه و قصد من همیشه یه چیزه هر دفعه این سوال رو میپرسم و اونی که شما اونقدری که خیال میکنید نمیدونید و انقدر ادای دانشمندان رو در نیارید. یه مسئله هست، میگن a little bit of knowledge is a very dangerous thing. چون ما حالا از یه نظر حیوان یکم IQ مون بالاتره، فکر میکنیم که دیگه همه چیزو باید بدونیم یا میدونیم. درسته. ما هم یه حیوانای پرمیتیوی هستیم که خیلی بیشتر به چیزایی که نمیدونیم بیشتر از اون چیزایی که میدونیم. درست. آدمایی که باهوشن معمولا اینو ریلایز میکنن. متاسفانه آدمایی که هر جور کمتر در موارد مختلف آگاهی دارن، فکر میکنن که خیلی بیشتر دارن. آره دیگه، این که آدم خیال میکنه همه چیز رو میدونه، هر سوالی میکنی 18 جور میخواد توضیح بده، از این 18 جور 45 جورش زده نقیزه، این به آدم میگه که اگر میخوای دنیای خودتم بشناسی همیشه فرض بر این بکن که آقا تو خیلی چیزا هست نمیدونی، چون خیلی از فرضایی که تو امروز میذاری و بر مبناش میخوای تعریف کنی، این فرض اصلا اساسا رو جهالت برقرار شده. مرسی، لطف کردی، ممنونم. بله دوستان عزیز، چند دقیقه که باقی مونده، ما ضمن اظهار تأثیر و تأسف از بلایی که سر هم نوعانمون در ژاپن اومد، من اومدم اینجا فقط هم عرض تسلیت بکنم، همین که همدردی بکنم
همین که بگم برای من ژاپنی هیچ فرقی با تهرانی یا افغانی یا سوئدی نداره، هیچ فرق نمیکنه، هر کس در دیزاستر و ناراحتی و بلا میفته برای من دردناکه و من احساس همدردی میکنم. مطمئنم شما هم در این شب سال نو که همه چیز میخواد خوب و جدید و میمنت و مبارک باشه، شما هم این احساس دارین. و یه چیزی هم که یه ما شارلاتان گردن کلوف تو آمریکا و اروپا افتادن دنبال این که بیاین پول بدین ما کمک میکنیم به ژاپن، اگر میخواید کمک بکنید به هر کسی، مطمئنم شما خیلیاتون که پولی میخواید کمک بکنید یا هر کار بکنید در ژاپن آدم میشناسید، دست کمپانی گردن کلوف پول ندین، چون هر پولی که دست کمپانی گردن کلوف میدین این پول به اونجا نخواهد رسید، اگرم برسه به یه وضع افتضاحی شاید 10% یا 5% هم نرسه. اینا یه سری دکونه، مثل همون داستانی که سر سپتامبر 11 درست کرده بودن. الو بفرمایید. مرسی، میخواستید تو شو شرکت کنی؟ میخواین رو ایر باشید؟ بله. این مطلب رو من گفته باشم که این کمپانی های گردن کلفت، کمپانی های تلفن رو نمیدونم، کمپانی های فلان خیلی گردن کلفت هم میگم بیان 10 دلار بدین 8 تا بدین، این پولایی که به ژاپن نخواهد رسید. این هم شما از تجربه قبلی سونامی اینو همش رکوردش هست. و به هر صورت اگه میخواین کمک بکنین، کمکی بکنین بدون مستقیم داره به دستشون میرسه، وگرنه نکن بشین سنگین تر باشه. شوی پرچونه بفرمایید، با بهروز رو ایر هستین. درود بر شما. بفرمایید. حال من که آیا خداوند زمانی که داشت فرشتگان رو خلق میکرد میدانست که شیطان روزی انسان رو فریب خواهد داد یا خیر؟ من اونجا نبودم، شما اونجا بودین؟ من در کتب مقدسه که اینطور آمدید سوال من از آقا همین هست، آیا خداوند میدانست که شیطان اگر بیاد انسان رو فریب میده یا خیر؟ من میگم اونجا نبودم، شما اونجا بودین؟ من نبودم. کتب مقدسه داره این رو میگه، تمام کتب مقدسه همچین چیزی رو نوشتن. تو همه کتب مقدسه نوشتن خداوندش ملائکه درست میکرد و شیطان هم اونجا بود، این نمیدونست. پس نمیدونست. خیلی خوب، پس شما یعنی جاره میگه خدا همه چیز نمیدونه. مسلمن اون چیزهایی رو که ما داریم راجع به خدا نسبت میدید نمیداند، به جز این که بخواهید حقیقت امر رو بدانید. حقیقت امر این هستش انسان موجودی کامل خلق شده و خودش قادر هست آینده خودش رو درست کنه و هیچ ارتباطی به عالم بالا نداره. یعنی خداوند در لحظاتی که ما داریم، ببخشید یه لحظه اجازه بفرمایید قبل از اینکه ما اسم پیامبران یا قدیسان امام حسین رو بگیم، سوال من اینه، یعنی در این طول این سالها و ده‌ها هزار سالها اینا که انسان داره رشد میکنه و آینده خودش رو درست میکنه، خداوند هر دقیقش در جریان نیست و کنترل نداره؟ اصلا این داستان رو شما واقعا دو تا مسئله اینه دارید با هم مطرح میکنید که جوابی توش نیست. الان شما گفتین به عزیز من، شما گفتی الان انسان رو طوری درست کرده که با مغز خودش آینده خودش درست میکنه و خودش دیگه خدا کاری نداره. میخوام ببینم که در طول گذر این زمان که ما داشتیم آیندهمون رو درست میکردیم، رفتن این برده ها رو از آفریقا بردن اروپا، هیتلر اومد نصف اروپا رو داغون کرد، اون رفت روسیه رو داغون کرد، عراق اومد ایران رو داغون کرد، اینا رو خدا دوش کنترل رو نگاه داشت میکرد یا بیخیال بود که ما خودمون درست کنیم خودمون؟ نگاه هم نمی کرد، نظری هم نداشت. نه نگاه می کرد نه نظر داشت، چون ما رو کامل خلق کرده و روحش رو در وجود ما دمیده که در واقع ما می تونیم مدعی بشیم که خودمون جزئی از اون خدا هستیم. پس به نظر شما خداوند همه چیز رو در عالم نه می دونه نه کنترل می کنه؟ نه نه، این لطفاً جواب منو بدین. پس همه چیزی که در این عالم هست تحت کنترل خدا نیست و خدا از اون کاملا خبر نداره از همه چیز. گفتم که شما جواب سوال من نمیشه به صورت بله یا خیر. لطفاً به صورت ببخشید. نه نه نه، صبر کن. درخت نه،
درخت مرخت رو ولش کن. یه لحظه این چه قد نمیشه. یه اجازه بده. اجازه بده یه لحظه. یه لحظه اجازه بفرمایید. اجازه بده. الو. تفسیر لطفاً نکنین قربان. من سوال کردم جوابش یا بله یا خیره. اگه میتونین به من جواب بدین یه کلمه ممنون میشم، چون که بخت من رو من تمامه. پس به طبق معنی حرف شما، من نگفتم، به طبق معنی حرف شما خیلی از اتفاقات که در جهان داره میفته که خداوند نه ازش خبر داره نه روش نظری داره، بله یا خیر؟ دخالتی نداره، نظری هم نداره و نمیدونه. نداره. خیلی بالاخره آخه شما یه یس یا نو به من نگفتی. بالاخره پس یه چیزایی در دنیا داره اتفاق میفته که خدا ازش نه باهاش کاری داره، نه بهش کنترلی داره، نه بهش نظری داره. درسته؟ کنترل. خیلی خب، من با اجازهتون خیلی خوشحال شدم. به وقت برنامه تمومه، باید خداحافظی کنم. شما از جواب تفره میرین، چون خودتون میدونید که جوابی ندارید و این سوال سوالی هستش که هر چقدر شما ادعای دانش بکنید، برای این سوال بهترین جوابی که دارید سکوت است. و من اینو تا حالا بارها مطرح کردم و همیشه خنده بازار شده آخرش و رفتیم. خلاصه تسلیت میگیم به ژاپن و بازماندگان ژاپنیا که هموطنان ما هستن. برای من هیچ فرقی با همشهریای من ندارن و انشالله که زودتر همه چی درست بشه. و سال نو رو به شما تبریک میگم، سال خوبی باشه در پیشتون و انشالله که هرچه چیزهای خوب پیش بیاد و هرچه چیزهایی که خوب نیست به نظر شما پیش نیاد، به نظر کلی هم خوب نیست پیش نیاد. و دوباره تبریک، انشالله که برنامه بعدی ما ممکنه ساعتهای ما عوض بشه، ساعتهای شوی پرچون احتمال داره عوض بشه، از این ساعت 8 به ساعت دیگه‌ای بره و اینو به شما حتما خبر میدیم. و انشالله که توی برنامه های سال نو مهمونی مسعود افتر دارک در اورنج کانتی یادتون نره. clubmontech.com را هم یه سری بزنیم، پارتی ها رو ببینید. دی جی فقط در دنیا یه دونه هست که اونم الان اینجاست، دی جی هانیبال. بعد برنامه های دیجی هانیبال هم ببینید و شرکت بکنید. برای گرفتن گیتار مجانی و همچنین امپلیفایر مجانی، کسانی که در اورنج کانتی تشریف دارن، در اورنج کانتی کلاس های خصوصی گیتار ما، یک گیتار مجانی، یک امپلیفایر مجانی هدیه هست از طرف مدرسه گیتار نیروان، که با شماره 310-896-7524 تماس بگیرید، اطلاعاتش به شما میدن. تبلیغات در شوی پرچونه هم باز با همین شماره هست که برای جاهای مختلف در سادن کالیفرنیا کلاس های گیتار ما یک گیتار مجانی هدیه میگیرن هنرجویانمون، ولی در اورنج کانتی یک گیتار و یک امپلیفایر مجانی هدیه میگیرن. دوباره سال نو به شما تبریک میگم. دی جی هانیبال یادتون نره. پروموشن ها و برنامه های دی جی هانیبال رو حتما فالو بکنید. از زحمت هایی که دی جی هانیبال برای شوی پرچونه کشیده در این تلویزیون ممنونم، زحمت هایی که تلویزیون کشیده ممنونم، و اینکه اجازه میدن ما رادیومون هم به شما معرفی کنیم خیلی به ما لطف کردن، و همه اینا رو جای تشکر داره و جای قدردانی داره. انشالله سال جدید سال همکاری بهتر با تلویزیون ها باشه و اینکه برنامه‌های بهتری برای شما تلویزیون ها داشته باشن. خیلی ممنون، خدا نگهدار. ماشاءالله. نه بابا، چه دم در آوردی، من این مدتی نبودم، فکر کردی عمو رفته دیگه ها. خب حالا از این به بعد چهارشنبه شبا پرچونه در خدمت شماست. به امید دیدار.